برخی از خبرها در حاشیه اجلاس مکی اومده بود بیرون که پادشاه عربستان با احمدی نژاد هم دیداری داشت. من می‌خواستم که بله در مورد این دیدار اگر هم میشه برخی از محتوای دیدار بله برای ما بگید که جزئیاتش بله رو برام بگید ببینید، خوبه. در دو مرحله آقای دکتر احمدی نژاد با پادشاه عربستان صحبت‌های نسبتاً مفصلی داشتند. یک مرحله در افتتاحیه بود، یعنی قبل از اینکه سران وارد سالن اون نشست بشن، خب پادشاه عربستان یه جا نشسته بود و سران یکی یکی می آمدن دست می دادن و می نشستن که آقای دکتر احمدی نژاد رو پادشاه عربستان جنب خودشون نشوندن و در اون فاصله ای که دیگران می آمدن که خیلی هم طولانی بود صحبت های مفصلی با هم داشتن. بعد به سحر که رسید یک جلسه، یعنی ما تا ساعت 3:30 شب، 3:30 4:30 شب طول کشید، 3:30 بود فکر. در جلسه سحری خب جناب آقای دکتر باز سر میز شام بعد از اتمام شام 20 دقیقه حدوداً، شاید یه خود بیشتر، با پادشاه عربستان گفتگوی دو جانبه داشتن و محتوای مفصلی بود. خب گلمندی هایی بود، طرفین گلمندی های خودشون رو به صراحت مطرح کردن و این خوبه، یعنی این سیاست صریح خوبه، هم ما نظراتمون رو گفتیم هم طرف مقابل نظراتش رو گفت، ولی در مجموع بسیار عالی بود. یعنی ضمن میشه گفت یک صحبت و گفتگوی صریح برادرانه بود، ضمن اینکه صریح بود و خیلی از مسائل مطرح شد، ضمناً بسیار با میشه گفت نیت رفع مشکل و نزدیک شدن به یکدیگر بود و خیلی به نظر من مذاکرات بسیار خوبی بود که آثارش رو ما داریم میبینیم. و یه سوال دیگه آقای صالحی، اینه که حمایت ما از سوریه در مقابل تهدیدات خارجی که داره میشه تا کجا خواهد بود؟ در مقابل این تهدیدات خارجی ببینید، حمایت ما یه حمایت اصولی است. ما اصولا یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران پایداری روی سیاست اصولیش بوده. ما کشوری نیستیم که بخوایم اون سیاست اصولیمون رو، ببینید سیاست اصولی میگم یعنی یک سری اصولی که با زمان قابل تغییر نیست. مثلا نفی سلطه، شما 1,000,000 سال هم زندگی بکنید باید این نفی سلطه رو بهش استقلال مثلا، خب این یه اصولی است که ما بهش اعتقاد داریم. ما حاضر نیستیم این اصولمون رو زیر پا بذاریم. ما حمایتمون از سوریه یک حمایت اصولی هست. سوریه رو ما به عنوان یکی از حلقه های عمده مقاومت میدونیم، مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی. خب یکی از اصول سیاست خارجی ما مقابله با رژیم صهیونیستی و بازگرداندن حق مردم فلسطین هست. این یکی از سیاست های اصولی ماست. خب ما در جهت تحقق این سیاست اصولی از هر ابزاری استفاده میکنیم که یکی از ابزارها حمایت از کشورهایی است که واقعا اینها حلقه های عمده خط مقاومت هستند. خط یک سال در مورد اون مهمان ها یادم رفت بپرسم، گفتم اینجا بپرسم در مورد روسیه و ترکیه که به عنوان مهمان ویژه دعوت کردید، مشخص شده که در چه سطحی میاد؟ روسیه شرکت میکنه گفتن، ولی داریم رایزنی میکنیم که اگر بشه سطح رو بالاتر ببریم.